بسم الله الرحمن الرحیم. از ورود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تجلی و سلام نقل شده است که شبان روز تا نیم ساعت، یک ساعت، ده دقیقه، پنج دقیقه انسان خلوت کنه، خودش به حساب بیاوره و حساب رسی کنه که من این 24 ساعت چه کردم، نقد کسب من چی شد. 24 ساعت عمر است. گاهی میبینید انسان در اواخر عمر برای یک لحظهش آرزو میکند که زنده باشد، نفسی بکشد، حرفی بزند، ذکری بگوید. همه ما موظفیم که در شبان روز یه چند لحظه حساب بکنیم که من 24 ساعت عمر دادم، چی گرفتم. این بزرگان یه مسئله ذکر میکنن، میگن به این که یه کشاورزی بالاخره چندین سال تلاش و کوشش کرد، شیار کرد، بذر رو، مزرعه و آبیاری و همه رو به عهده گرفت، الان بعد از 40 سال سری به انبار زد. گفت خب این گندم 40 ساله من که همه ذخیره کردم در این انبار و در این سیلی، اینا کجا رفتن؟ وقتی در انبار رو باز کرد میبینه چیزی تو انبار نیست. این باید بفهمد به اینکه یه موش دزدی تو این انبار بود که همه رو برد دیگر، برای اینکه کلید که دست شماست، قفلم کردی، محصول 40 سال دارم که مرتب در این انبار ریختی، کسی هم که نیامد از بیرون ببره، من میشه در درون این مشکلی دارید دیگر. این موش دزد همون هوس. حرف جناب مولوینه، گرنه موش دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ حضرت یعنی وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیط بستناف همون، نگذار 40 سال بشه، نگذار 40 ماه بشه، نگذار 40 هفته بشه، نگذار 40 روز بشه، هر روز یه 5-6 دقیقه کمتری بیشتری حساب بکن که من 24 ساعت دادم چی گرفتم. اگر فرونجا اسم من رو بردن که خوشم اومد، پس من میشه برای خودم. فرونجا یه قدر کار کردم که یه مختصر چیزی من دادم، پس برای پول بود. برای رضای خدا چی بود؟ مشکل مردم رو چی رو حل کردن؟ برای دیگران چه اقدام کردن؟ هر روز ما موظفیم این حساب داشته باشیم.